گزارش نیویورک تایمز درباره جزئیات انفجار پیجرهای حزب الله در لبنان. حادثه این مرگبار در ایران هم‌میهنانمان را به خاک و خون کشاندند. تعریف و تمجیدهای پزشکیان از آمریکایی‌ها که باعث تشویق حاضران و خشم تندروها شد. سرقت و چپاول جواهرات و اموال سلطنتی ایران زیر سایه روح الله خمینی. درود بر شما وارثان و نگهبانان میراث جاودانه این خاک باستانی، پرچمداران آزادی و سربلندی میهن. به ایران دیلی خوش آمدید. گزارش نیویورک تایمز درباره جزئیات انفجار پیجرهای حزب الله در لبنان. به دنبال انفجارهای پیاپی و همزمان پیجرهای اعضای حزب الله در سراسر لبنان در بعد از ظهر روز سه‌شنبه 27 شهریور که 9 کشته و نزدیک به 3000 زخمی بر جای گذاشت، مسئولان آمریکایی فاش کردند که این پیجرها از تایوان خریداری شده و قبل از رسیدن آنها به لبنان دستکاری شدند. نیویورک تایمز به نقل از این مقامات آورده است که وزن مواد منفجره جاسازی شده در پیجر حدود 1 تا 2 اونس است. به گفته این مقامات، عملیات انفجار پیجرها ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت لبنان آغاز شد و دستگاه‌ها در ابتدا پیامی ارسال کردند که به ظاهر از سوی رهبران حزب الله فرستاده شده، ولی این پیام‌ها عملاً مواد منفجره داخل پیجرها را فعال کردند. این مقامات افزودند که مواد منفجره با وزن حدود 1 تا 2 اونس که در کنار باتری هر دستگاه جاسازی شده بود، دارای سوئیچ‌های برای انفجار بود که میشد آن را از راه دور فعال کرد. آنها خاطر نشان کردند که اسرائیل مواد منفجره را در یک محموله جدید از پیجرهای ساخت تایوان که وارد لبنان شده بود جاسازی کرده بود. طبق گفته این مسئولان، تعداد پیجرهایی که حزب الله از شرکت تایوانی گولد آپولو برای توزیع در میان حامیان خود خریداری کرده بالغ بر 3000 دستگاه است. از سوی دیگر، شرکت تایوانی گولد آپولو ضمن تکذیب دست داشتن در این حادثه خاطر نشان کرد که این پیجرهای انفجاری حزب الله ساخت این شرکت نبوده است. این شرکت در این حال اعلان کرد که این پیجرها مارک تجاری و برند گولد آپولو را دارند، ولی در اروپا ساخته شدند. این در حالی است که حزب الله همچنان در حال انجام تحقیقات امنیتی داخلی در مورد این محموله است. طبق گفته منابع آگاه، پیجرهای منفجر شده از محموله جدید دریافتی حزب الله ظرف چند روز اخیر و نه ماه‌ها یا سال‌های گذشته بودند. یک مقام حزب الله با این توضیح که صدها نفر از پرسنل رزمی این گروه دارای چنین دستگاه‌هایی هستند، احتمال داد که یک بدافزار ممکن است باعث داغ شدن و انفجار باتری‌ها شده باشد. به گفته این مقام حزب الله، برخی از اعضا حس کردند که پیجر آنها داغ شده، قبل از انفجار خود را از شرشان خلاص کردند. منابع آگاه لبنانی ماها پیش تاکید کرده بودند که حزب الله با هدف جلوگیری از سوی قصدهای احتمالی علیه شماری از فرماندهان خود، استفاده از کدها در پیام‌ها، تلفن‌های ثابت و پیجرها را برای فرار از فناوری پیشرفته نظارتی اسرائیل آغاز کرد. این حادثه بزرگترین رخنه امنیتی اسرائیل در رخدادهای جاری در عرصه لبنان از آغاز جنگ در غزه به شمار می آید. حادثه این مرگبار در ایران هم‌میهنانمان را به خاک و خون کشاند. پزشک قانونی استان یزد گفت اجساد 10 نفر از فوتی‌های واژگونی حادثه بامداد امروز اتوبوس اسکانیا در محور یزد به تبس به این اداره کل منتقل شده، ولی هنوز احراز هویت نشدند. دکتر فریبرز آیتی فیروزآبادی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افسود تمام فوتی‌های این حادثه زن هستند. وی اظهار کرد تا زمان احراز هویت کشته شدگان، این اجساد در پزشکی قانونی باقی میمانند و پس از احراز هویت تحویل خانواده آنها می شود. آیتی فیروزآبادی ادامه داد: این افراد پس از آزمایش‌ها و معاینه‌های لازم و تایید علت فوت برای آنها جواز دفن صادر می شود. یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از بوشهر به سمت مشهد در حال حرکت بود، در ساعت 2:20 بامداد امروز در 140 کیلومتری یزد به تبس واژگون شد که در این حادثه 10 نفر فوت و 41 نفر مجروح شدند. سرهنگ رحیم حاجی دهآبادی رئیس پلیس راه استان یزد علت حادثه را عدم توجه به جلوی راننده اسکانیا اعلام کرد و افسود این اتوبوس حامل 52 مسافر بود. مصدومان به مراکز درمانی استان اعزام شدند که اسامی آنها از سوی اورژانس استان یزد اعلام شده است. تبس در 370 کیلومتری شهر یزد قرار دارد. تعریف و تمجیدهای پزشکیان از آمریکایی‌ها که باعث تشویق حاضران و خشم تندروها شد. خیلی جالب بود تو این مسابقه والیبالی که آمریکایی ایران بودن، ماه مبارک رمضان بود. اینا همه‌شون یه بطری آب دستشون اومدن میدان بازی،
آبا رو گذاشتن کنار زمین، بازی رو شروع کردن. از آن که داد شروع کردن آب خوردن. یعنی اونا میدونستن که این طرف روزه است، به احترام این طرف آب نخوردن. ما برای اینکه لذت همدیگه رو در بیاریم یه جور دیگه خودمون رو به همدیگه نشون میدیم. خب نتیجهش دعواست. یعنی هر دو طرف ما باید کوتاه بیاییم. هر دو طرف ما باید این که ما بپذیریم این طرف که قدرت داره باید عقب نشینی بکنه، ما هی بیاییم جلوتر. اصلا برادریم با اونا، هم برادریم، کاری نداریم. قبل از بازی همین افتار نشده بود، هر دو تیم به زمین اومدن. امریکایی هم خب با شیشه های آب کنار زمین اومدن، شیشه ها رو کنار گذاشتن. جالبه بدونید تا زمانی که اذان در سالن تنین انداز نشده بود، اونا دست به آب ندادن. به احترام ایران. دیروز آقای پزشکیان در نشست خبریشون گفتن ما دنبال صدور انقلاب نیستیم. آقای پزشکیان، شما مجری قانون اساسی هستید و این اصل 152 154 هست و شما قسم خورید قانون اساسی رو اجرا بکنید. گفتن ما با آمریکا برادریم. آقا این عشق یه طرفه است، شما میخواهید با اونا برادر باشین؟ اونا نمیخوان. اسم دولت رو دولت وفاق ملی گذاشتید، اما در ظاهرا فقط برای رأی اعتماد بوده. جناب آقای دکتر پزشکیان، انقلاب اسلامی صادر شد، دیر آمدی برادر. وضع نامشخص دارایی‌های ارزشمند و میراث ملی ایران مانند اموال کاخ‌ها و جواهرات سلطنتی با افشای دروغ سخنگوی دولت 13 در خصوص تاج‌های سلطنتی به فرصتی برای کنجکاوی در مورد سرنوشت اموال ارزشمندی که در دوران حکومت اسلامی به یغما رفته بدل شد. ادعای سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی درباره خارج شدن تاج‌های سلطنتی و تاریخی در دیماه 1357 را وزیر میراث فرهنگی در شرایطی رد کرد که بسیاری از کارشناسان هم در مورد وجود آنها در ایران پس از آن تاریخ اسناد روشنی ارائه کردند. با توجه به نگرانی‌ها در خصوص سرقت این اموال ارزشمند، زرقامی با حضور در موزه جواهرات اعلام کرد که این تاج‌ها هرگز از ایران خارج نشدند. تکذیب این موضوع این فرصت را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که بپرسند چرا درهای موزه جواهرات مدت هاست که به روی بازدیدکنندگان بسته است و سرنوشت باقی جواهرات خاندان سلطنتی که در این موزه ها نگهداری می شدند چه شده است. همچنین دیگر وقایع پی در پی که حاکی از خروج برخی از اموال ارزشمند از ایران بود، از جمله تابلوی نقاشی مظفرالدین شاه اثر کمال الملک، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که پس از انقلاب چه بر سر اموال کاخهای سلطنتی آمد. برای پیدا کردن پاسخ این سوال باید به 22 بهمن 1357 برگشت. اعلام بی‌طرفی ارتش اگرچه در تصاویر رسانه‌های نزدیک به انقلابیون باعث شادی بود، برای نزدیکان روح الله خمینی فرصتی برای حمله به کاخهای سلطنتی و تاراج اموال آنها را فراهم کرد. محمد رضا مرادی خدمه دربار در آن سالها میگوید مجموعه کاخهای سعدآباد به مدت 3 روز تاراج شدند. تاراجی که بعدها مدیران این مجموعه اعلام کردند، حتی پس از استقرار نیروهای حفاظتی به دلیل گستردگی مجموعه و تعداد زیاد درها همچنان ادامه داشته است. در روایات نیروهای حفاظتی هم آمده است که پس از استقرار نیروهای شبه نظامی نزدیک به روح الله خمینی، شبها همچنان شاهد شکست شدن پنجره کاخها و خروج اموال بودند، تا آنجا که ناچار شدند پنجره ها را با تخته های چوبی بپوشانند. اینکه طی یه هفته پس از انقلاب چه اموالی از کاخ خارج شد هرگز مشخص نشد، اما مسئله اصلی زمانی رخ داد که نیروهای حفاظتی جدید تصمیم گرفتند اموال را به کاخ سفید که بعدها موزه ملت نام گرفت منتقل کنند. انتقالی که امروز مشخص شده است، هیچ فهرست روشنی از آن تهیه نشده و حتی بعدها که این اموال بین نهادهای مختلف از قبیل بنیاد مستضعفان، میراث فرهنگی، موزه جواهرات و خزانه بانک مرکزی تقسیم شدند، باز هم مشخص نشد کدام اموال در اختیار کدام نهاد قرار گرفتند و کدام اموال به کل ناپدید شده. در کاخ نیاوران که جمهوری اسلامی مدعی است در همان ساعت اول اعلام بی‌طرفی ارتش نیروهای حفاظتی در آن مستقر شدند، باز هم نحوه جمع‌آوری اموال و انتقال آنها سرشار از ابهام است. تنها در یک فقره نیروهای حفاظتی مدعیان 700 کیلو طلا و جواهر از کاخ منتقل شده است، اما از جزئیات این 700 کیلو جواهر هیچ فهرست دقیقی در دسترس نیست که بتوان بر اساس مقصد نهایی آنان متوجه شد چه قطعاتی مفقود شدند.
نکته دیگر این است که طی 40 سال گذشته بازدید کنندگان کاخ‌ها در ایران بارها گفتند که با توجه به تصاویر ثبت شده در پیش از انقلاب مشخص است برخی فرش‌ها، لوسترها و تابلوها ناپدید شدند. پاسخ مدیران مجموعه تنها این است که این اموال به انبارها منتقل شدند. اما باز هم هیچ مدرک مستدلی در اختیار نیست که این انبارهای ناشناس در اختیار کدام مجموعه‌ها بودند و اموال موجود در آنها با اموال مستقر در کاخ‌ها دقیقاً چه تفاوتی دارد. در کنار بحث احتمال مفقود شدن و سرقت این اموال، مورد دیگری که نگرانی فعالان حوزه میراث فرهنگی را در پی داشته، تخریب این اموال است. در کاخ نیاوران فرش‌هایی با ارزش وجود دارند که کارشناسان حوزه فرش طی دهه‌های گذشته بارها درباره فرسودگی و بیت‌زدگی آنها هشدار دادند. البته قصه پرغصه فرش‌های کاخ‌های سلطنتی تنها به کاخ نیاوران محدود نیست. در روزهای اخیر مدیران میراث فرهنگی برای مفقود شدن فرش‌های با ارزش کاخ سعدآباد هم هیچ پاسخ قانع کننده‌ای نداشتند. نهاد ریاست جمهوری مدعی است 48 قطعه فرش مفقود شده به موزه فرش انتقال داده شدند. فرش‌هایی با ارزش نسبی 130 میلیارد تومان که تنها چند روز بعد انتقال آنها به موزه فرش تکذیب شد و مهران صحرایی که به تازگی سرپرست موزه فرش شده اعلام کرد که در این سالها هیچ فرشی آن هم در این تعداد 48 تخت فرش به موزه فرش داده نشده است. هرچند این اظهارات نیز با اطلاعیه موزه فرش که در آن اعلام شد در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 1387 دو تخت قالی از کاخ بوستان یا نهاد ریاست جمهوری به شماره اموالی 51 طبقه 8 بافت مشهد و شماره اموالی 77 طبقه 8 بافت بیرجند هر دو با طرح شیخ صفی‌الدین یا لچک ترنج به موزه فرش ایران به طور امانی منتقل شد. تناقض دارد. جابجایی مسئولیت نگهداری اموال بین نهادهای مختلف نیز از جمله دلایلی است که سرنوشت این اموال را در ابهام فرو برده است. همانطور که در موضوع فرش‌های کاخ سعدآباد و مرمر شاهد بودیم، این جابجایی مکرر مسئولیت نگهداری اموال سبب شده است. هیچ کس به طور رسمی به قصور در حفظ این اموال متهم نشود. جنجال سرقتی تاریخی در جمهوری اسلامی، داستان 48 فرش نفیس دستبافتی که یک وانت مزدا از کاخ سعدآباد به خانه یک مقام ارشد نظام بود، حسن روحانی یا یک روحانی دیگر، چه کسی میراث گرانبهای کاخ سعدآباد را به سرقت برد؟ پرونده مربوط به فرشا عرض کردم 48 تخت فرش هست که این فرشا در دولت قبلی متاسفانه مفقود شده، از کاخ سعدآباد بیرون رفته. چند ماه بعد از این سخنان معاون حقوقی رئیس دولت 13 روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، به نقل از او درباره سرقت فرش از کاخ سعدآباد در دولت قبل خبر داد. به گفته محمد دهقان، دستگاه قضایی تصور می‌کند فرش‌های سرقت شده به خارج از کشور منتقل شده. خبری که با عنوان جزئیات سرقت از کاخ سعدآباد منتشر شد، اما هیچ نکته تازه‌ای نداشت و با واکنش تند حسن روحانی روبرو شد. دفتر او در بیانیه مدعی شد دولت رئیسی با طرح دوباره این موضوع قصد دارد توجه افکار عمومی را از محکومیت وزیر جهاد کشاورزی دولتش به زندان به دلیل مشارکت در بزرگترین فساد ارضی تاریخ ایران منحرف کند. دفتر او گفته سرقت فرش‌ها در سالهای 90 تا 92 و در دوره احمدی نژاد رخ داده و خود دولت روحانی سال 99 این سرقت را پیگیری کرده. اما داستان سرقت فرش‌های نفیس از کاخ سعدآباد چیست و چه کسانی در آن دست داشتند؟ یک سال پیش بود که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی از سرقت 48 فرش دستبافت نفیس و دارای ارزش تاریخی از کاخ سعدآباد خبر داد و به نقل از یک شاهد عینی نوشت سال 95 فرش‌ها را با یک وانت مزدا به خانه یکی از مقام‌های ارشد دولت روحانی بردند. فارس نام این مقام را ننوشت. در کنار 48 فرش نفیس دستبافت، از دومین مجموعه گران قیمت فرش در جهان که قدمت برخیشان به دوران قاجاریه و زندیه میرسد، 16 دستگاه LCD و LED هم به سرقت رفته. اموالی که نه در خود کاخ سعدآباد بلکه در ساختمان حافظیه قرار داشت. این ساختمان بین سالهای 74 تا 76 ساخته شد و در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت، جایی که میزبان میهمانان 8 کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران بود. پس از آن هم تمام دولت‌ها از احمدی نژاد گرفته تا روحانی و رئیسی از میهمانان خارجی خود در کاخ سعدآباد و ساختمان حافظیه میزبانی می‌کنند. مقام‌های دولت روحانی تاکنون درباره افشای این سرقت مواضع مختلفی داشتند. علی اصغر مونسان
وزیر میراث فرهنگی دولت روحانی گفته این فرش‌ها ارزش چندانی نداشت، در حالی که 3 سال پیش کارشناسان فرش گفتند ارزش تنها 10 فرش از این مجموعه بیش از 127 میلیارد تومان است. دولت روحانی مدعی سرقت در دولت احمدی نژاد انجام شده، اما معاون حقوقی دولت رئیسی میگوید یقین دارد فرش‌ها در دوره روحانی به سرقت رفته. دی ماه سال گذشته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رئیسی خبر داد در این پرونده 10 مظنون از دولت روحانی شناسایی شده که پروندهشان در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است، چون به زعم اون مظنون اصلی شرایط خاصی دارد. سخنانی که نشان میدهد متهم ردیف اول این پرونده یک روحانی است. به گفته معاون حقوقی دولت رئیسی یکی از مقامات ارشد دولت روحانی و فرزندش، بقیه متهمان هم اعضای نهاد ریاست جمهوری است. با این حال سرقت اموال کاخ سعدآباد منحصر به دولت روحانی نیست. سال 92 وبسایت جماران خبر داد که در شب تحلیف روحانی اعضای دفتر احمدی نژاد بیش از 2000 هدیه رئیس جمهور را که جزء اموال نهاد ریاست جمهوری بود از کاخ سعدآباد به ساختمان لادن حوالی میدان ونک انتقال دادند. پیشتر هم 11 هدیه ریاست جمهوری مربوط به دوره محمد خاتمی روبوده شده بود. از کاخ سعدآباد که در دوره قاجار ساخته شد و در دوره پادشاهان پهلوی تکمیل شد و در اختیار خانواده سلطنتی قرار گرفت. سال 62 روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ساکنان این کلاغ‌ها را سلاطین جور خواند. این سلاطین جور که همه کاخ نشین تقریبا بودند، اینها به فکر مردم نمی توانستن باشند، احساس نمی توانستن بکنن فقر یعنی چه. از همان سالها اما آن کاخها بین روحانیون میراثخوار انقلاب تخص شد، میهمانان ناخوانده‌ای که هر کدامشان از این سرقت تاریخی سهمی بردند و حالا فرش را هم از زیر پای ایران می کشند. در داستان دنبالدار شاه دوست های امامه به سر. فقدان فهرست دقیق از اموال ثبت شده و همخوانی نداشتن اموال فهرست شده با موارد به نمایش گذاشته شده نیز پوشش دیگری بر بلایی است که بر سر میراث ملی آمده است. طی دهه‌های گذشته مدیران میراث فرهنگی، بنیاد مستضعفان و نهادهای از قبیل مجمع تشخیص مصلحت، ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مستقر در این کاخ‌ها حاضر نشدند فهرستی دقیق از اموال در اختیار خود ارائه کنند. در مواردی حتی مدیران مستقر مدیران پیش از خود را به دست بردن در اموال و جابجایی بدون مجوز متهم کردند که نشان می‌دهد احتمالاً شدت خسارات وارده و اموال مفقوده بیش از چند قطعه فرش باشد. در کنار این موارد نباید فراموش کرد که سرقت از موزه‌هایی همچون موزه ملت سعدآباد که باز هم فهرست روشنی از اموال سرقت شده آن منتشر نشد، بهانه‌ای در اختیار مدیران گذاشته است که اگر روزگاری جامعه از اشیای خاصی سراغ گرفت، بتوانند آنها را در فهرست اموال سرقت شده قرار دهند. بر اساس خاطره افرادی که بهمن 57 برای نخستین بار وارد کاخ‌ها شدند، بسیاری از اتاق‌ها دست نخورده بودند که نشان می‌داد خاندان سلطنتی اموال گرانبها و ارزشمند تاریخی را با خود خارج نکردند. شاید تصور خاندان پهلوی این بود که حتی اگر بنا نباشد روزی به ایران بازگردند، همانطور که آنها این اموال را به عنوان میراث ملی نگهداری می‌کردند، برای حاکمان بعدی نیز ارزشمند خواهد بود و محافظت خواهند شد. اما امروز روشن است که تصور خاندان پهلوی اشتباه بوده است، چرا که حاکمان اسلامی از همان روزهای نخست کینه و نفرت خود را از تاریخ این سرزمین را علناً فاش کردند. کینه ای که آنها را از حفظ میراث ملی این سرزمین بی نیاز کرده و دستشان را برای غارت و چپاول دارایی ها باز گذاشته است. از اینکه تا پایان این برنامه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. ما در این مسیر پرچالش در پی رهایی میهن عزیزمان از چنگال دیکتاتور و ظلم هستیم و باور داریم که با تلاش و همدلی همگان این همت والا دست یافتنی است. آگاهی و شناخت نخستین گام برای رسیدن به آزادی است و هر کدام از شما عزیزان که به حقیقت پی برده و آن را به دیگران منتقل می کنید نقشی مهم و حیاتی در این راه ایفا می کنید. ما معتقدیم که هیچ قدرتی توان مقابله با اراده و همبستگی مردم آگاه را ندارد و با همراهی شما می توانیم نور آزادی را در سراسر میهن عزیزمان روشن نگه داریم. در این مسیر نیازمند حمایت و همیاری شما هستیم. از شما درخواست می کنیم که با لایک کردن ویدیوها و به اشتراک گذاشتن آنها با دوستان و آشناهایتان به گسترش آگاهی و افزایش شناخت کمک کنید. هر لایک و اشتراک گذاری شما گامی به سوی رهایی و آزادی است
و میتواند نقش بسزایی در رسیدن به این هدف بزرگ ایفا کند. همچنین نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های شما برای ما بسیار ارزشمند است. لطفاً آنها را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با استفاده از تجربه و دانش جمعی برنامه‌های بهتر و مؤثرتر برای روشنگری و آزادی ایران عزیزمان ارائه دهیم. تا دیداری دوباره، بدرود.